این مسافرخانه ها روزانه پذیرای ده ها مسافر هستند. شب و روزها را انتظار میکشند تا راه برای بیرون شدن پیدا کنند. اسدالله میخواهد این کودک 12 ساله اش را از بحر جستجوی کار به بیرون از کشور بفرستد. دغه لک اصل ایران تاست. او سیم دین د دولس کالو دی. دغه سیم تغازه کی چیز دی ایران ته واسو. او نن چیز ما په وطن کې کاروبار او روزګار وای. نو دا تپلی مومن زی ایران تاست. بیشتر این جوانان راه های دشوار گذر را سپری می کنند تا به مقصد برسند. شاید تعداد انگشت شماری از آنها که خیلی خوششانس باشند به مقصد نهایی برسند. اما شمار زیاد از آنها بازداشت شده دوباره اخراج می شوند. به بعد به اختیار میریم دیگه، به دل خوش که نمیریم دیگه. بعد اون جگاه که میریم دیگه، اون پول که کار میکنیم، به اون یک ماهی که چی میکنیم، بار رو میکنیم بر خانواده. همینجا مزدوری پیدا شده، کارگری پیدا شده. اصلا ما طرف خارج نمیریم. در این روزها کاروبار مسافرخانه ها و هتل ها در شهر هرات بهتر شده است. از بیشتر ولایت های کشور جوانان اینجا می آیند و شب و روزشان را در این مسافرخانه ها سپری می کنند. رفتن مردم بیشتر شده به خارج، مسافرخانه ها بیشتر پره. هر روز طفلای بیشتر، سرگردان و خانوادگی های بیشتره که ما سابقه نداشته از فامیلی به یک مدت زمان کوتاه رو به ایران بره. با این حال مسئولان محلی در هرات اطمینان می دهند که وضعیت بهتر می شود و نباید جوانان از مسیرهای غیرقانونی کشور را ترک کنند. پلانهای بسیار وسیع و هدفمند برای جوانان در مد نظر هست که انشاءالله العزیز جوانان ما با صبوری، با کمی تحمل کردن شرایط و وضعیت فعلی که ما درک می کنیم بعضی مشکلات وجود داره، بالا اینا فائق بیایند. پس از تحولات اخیر در کشور، موج مهاجرت افغانها به کشورهای بیرونی بالا گرفت. حالا هم که هوا کم کم گرم شده است، دوباره این موج مهاجرت بیشتر شده است.